عنوان کلیپ هست دروغ و تناقض اساره وهابیت. اونجا ببینید. بعضی از آخوندها و روافض روایت نقل کردند که جبریل میخواست وحی رو بر علی بیاورد ولی اشتباهاً بر محمد وحی رو نازل کرد. گروهی از اینها این اعتقاد فاسد و باطل و کفرآمیز رو دارند. اما علی رضی الله تعالی عنه از این اعتقاد پاک هست. علی از این اعتقادات بری هست. آقای ترشابی، یک مستند از منابع شیعه بیار که شیعیان 12 امامیه مذهب شیعه چنین اعتقادی داشت. میگفت روایت در خب بابا یه روایت نشون بده، یک روایت از کتابهای شیعه نشون بدید که شیعیان گفته باشن بعد از نمازتون بگید خان الامین خان الامین خان الامین. این چه دروغیست که میگید؟ یعنی خون اینها عجین شده با دروغگویی. اگه یک روز دروغ نگن انگار خوابشون نمیبره. خب بابا اینقدر دروغ، اینقدر این تهمت است که از قدیم زدید، از قدیم این رو مطرح میکنیم، باز این آقا مطرح میکنیم. شیعان عدالت اسلامی ایجاب بکنه که بگم، و به خصوص این شایع هست که میگوین شیعان معتقدن جبرئیل قرآن و دستور داشت برای پیغمبر اسلام بیاره، برای حضرت علی بیاره، داد به پیغمبر اسلام، و لذا شیعه میگوید خان الامین خان الامین. واقعا هیچ یک از علمای شیعه چنین حرفی رو نمیزنه و در هیچ یک از خانواده های شیعه چنین نبوده. با وصف همه اغراقایی که در مورد علی است، اون وقت میگفتم، الانم همه تمام شیعیان هم میگم، من که فقط مسلمونم البته، الله اکبر الله اکبر الله اکبر سه بار میگن، نمیگوین خان الامین خان الامین خان الامین. استغفر الله ربی و اتوب الیه. راجب شیعه تبلیغات منفی فراوان است، چیزایی که نه عوام شیعه بهش معتقدن نه خواص شیعه. حتی اینجام شنیدم برادر عرب از من میپرسن وقتی که منو میشناسن، میگن راسته در ایران شیعه ها میگن خان الامین خان الامین خان الامین، یعنی بعد از نماز میگن جبرئیل خیانت. استغفر الله ربی و اتوب الیه. برای پیغمبر به جای علی به جای که نبوت بیاره برای پیغمبر میاره. و من بهشون توضیح میدم، هیچ کس من به عمرم نشنیدم، نه خواص نه عوام، این رو بگن، میگن الله اکبر الله اکبر الله اکبر. بابا یه خود با هم امان کنید، به اون آقا زنگ میزدیم میگفت این حرفا رو نزن، این تبلیغات منفی رو نکن، این دروغا رو نگو. دوستان عزیز، حالا ما کاری نداریم به این عزیزانی که این حرفا رو زدن. من خواهشم از کارشناسای محترمی که مطالب رو بیان میکنن، خب مستند بیان میکنن، الحمدلله اینترنت در دسترس همه هست و برنامه ها هست، میتونن که این مطالب رو موثق بیان بکنن که دیگه این پالان عوض شده نیاد اینطوری در روز روشن انکار بکنه این مطلب رو. بله آقای یزدانی، این در کتاب های شما هست، اما اینکه شما نمیدانید یا خبر ندارید یا خودتان را به نفهمی و ندانی زده اید، این از جهل مرکب شماست دیگه، ربطی به اهل سنت نداره. من در اینجا خدمت شما عزیزان این مطلب رو نشون میدم. اولش از کتاب سید نعمت الله جزایری است که خامنه ای هر سال در سالگرد گور به گور شدن ایشون شرکت میکنه و اگر خودشم نرسم پیامش میفرسته که و ایشون رو یکی از استوانه های تشیع میدونه و شخصیتی که هر سال در ایران سالگرد هلاکتش به اصطلاح برگزار میشه، که از دشمنان سرسخت اسلام و مسلمین هست. این کتابش هست، الانوار نعمانی سید نعمت الله جزائری، اینم چاپش، خودشی هم چاپ کردن. بله، در صفحه 208 در کتاب الانوار نعمانی در اینجا یک گروهی رو بیان میکنه از شیعیان که به اونها میگفتن الغرابیه. قالو محمد به علی اشبه من الغراب بالغراب و الذباب بالذباب. میگه محمد چنان به علی شبیه بود مانند کلاغ به کلاغ و مگس به مگس. اصلا شما تصور بکنید این جماعت، مثلا در جای دیگه یکی از علمای اینها اومده بود حضرت علی رو تشبیه کرده بود به الاغ. حالا من اون مطلب رو هم خدمتتون نشون میدم. ببین تشبیهشون واقعا میکشادم رو، یعنی این ذوقی که علمای شیعه دارن مانند جزائری و مثلا اون یکی مفید و مضر و کافی و کلینی و غیره.
میگه که محمد به علی اشبه من الغراب بالغراب، الان میگه حمام بالحمام، کبوتر به کبوتر، از ذباب به ذباب، مثلا الفراشه بالفراشه، مثلا شاپرگ به شاپ، پروانه به پروانه، از ذباب به ذباب، یعنی مگس به مگس، یعنی یه مگس علیاذ بالله علی بود، یه مگس هم پیامبر صلی الله علیه و سلم، یک کلاغ این بود یک کلاغ اون بود. فبعث الله جبرئیل الى علی علیه السلام، نشون بدن دوستان، فالله سبحانه و تعالی جبرئیل رو به علی فرستاد. فغلط جبرئیل، جبرئیل غلط کرد، اشتباه کرد، فی تبلیغ رساله من علی الى محمد، جبرئیل در اینجا اشتباه کرد، به جای اینکه پیامبری رو به علی بده داد به محمد. قال شاعرم، که یکی از شعرایشون گفته، غلط الامین و ان حیدر، که چیکار کرد؟ اشتباه کرد جبرئیل امین در مورد حیدر. فیلعنون صاحب ریش، یعنی جبرئیل، و لعنت میفرستند به صاحب ریش، یعنی به همین فرشته بالدار که جبرئیل علیه السلام باشه. این در مورد این فرقه شیعه در اینجا صحبت میکنه و اینا در نمازشون عادت داشتن که دستاشون رو پاشون میزدن، خان الامین خان الامین میگفتن، و این شعر هم که شعرشون غلط الامین عن الحیدره، عن حیدره، که اشتباه کرد جبرئیل در مورد تبلیغ رساله. پس آقای یزدانی وجود داره در کتابتون، بگید کمی آقا جان، بگید کمی بخونید، هماهنگ بکنید خودتون رو با این علماتون، همینطوری علکی میاد، شما یک سند بیارید، اینم سند، اینم دو تا سند. نور البراهین کتاب دیگری است از کتب معروف تشیع که ماشاءالله، نور البراهین انیس الوحید فی شرح التوحید، که از سید نعمت الله بوسوی جزائری است. اینم در این کتاب هم در این صفحه، در صفحه 210 در جلد دوم در اینجا، قالو، گفتند که محمد به علی اشبه من الغراب بالغراب و الذباب بالذباب، می گفتن که علی مانند کلاغ با کلاغ و مگس با مگس به پیامبر شبیه بود. فبعث الله جبرئیل الى علی، خداوند جبرئیل رو برای علی فرستاد. فقالت جبرئیل فی تبلیغ رساله من علی الى محمد، بعد جبرئیل هم اشتباه کرد و به جای اینکه پیامبری رو به علی بده داد به محمد. و یلعنون صاحب ریش جبرئیل، و به همین دلیل هم حضرت جبرئیل رو لعن میکنن و میگن که شون خیانت کرد. اینم کتاب دیگری که این مطلب در اونجا اومده برای آقای یزدانی، همچین چیزی در کتاب‌های شما وجود داره و این یک واقعیت هست. من نمیدونم که یعنی غذا رو از قزوینی میخورید، علم رو باید بیاید از شبکه‌های اهل سنت بگیرید، این دیگه عادلانه نیست. برید کمی مطالعه بکنید، یاد بگیرید این مطالب رو، کتاباتون رو سرچی بزنید و بعد از اون بیایید این مسئله رو بیان بکنید.